سقوط اقتصادهای منطقه یورو در سه ماهه دوم سال جاری که ناشی از قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی در بحران کرونا است با سرعتی کمتر از پیش‌بینی‌ها انجام شد، اما هنوز یک رکورد شمرده می‌شود. سامان پژوهان گزارش می‌دهد. به گزارش اداره آمار اروپا موسوم به یوروستات، تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه یورو در فصل دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال پیش 11.8% کاهش یافت، در حالی که پیشبینی ها نشان می داد که تولید ناخالص داخلی این کشورها بین 12-15% کاهش خواهد یافت. منطقه یورو از 19 کشور اروپایی تشکیل شده که واحد رسمی پول آنها یوروست و به گزارش خبرگزاری رویترز، تولید ناخالص داخلی این کشورها در فصل اول سال جاری به میزان 14.7% کاهش یافته بود. انقباض اقتصادی منطقه یورو در اوج محدودیت‌های ناشی از کرونا 3.7% بود و کوچک شدن اقتصاد کشورهای یونان و پرتغال و فرانسه در فصل دوم بیش از دیگر کشورها بوده است. کشورهای منطقه یورو در سه ماهه دوم نیز با کاهش مصرف خانوارها، کاهش خریدهای دولتی و کاهش نرخ سرمایه گذاری روبرو بودند و آمار یوروستات نشان می‌دهد که نرخ اشتغال در منطقه یورو در این مدت 2.9% کاهش یافته که شدیدترین کاهش در ربع قرن اخیر است.